شیرینی اسکار با فر و بدون فر، 75 گرم کره نرم به دمای محیط رسیده، 50 گرم پودر قند و با الک بهش اضافه کنید. اول کمی با همزن خاموش مخلوط کنید که پودر قندتون پخش نشه، بعد همزن رو روشن کنید و حدود 5 دقیقه مخلوطش کنید. بعد بهش یک عدد زرده تخم مرغ و نصف قاشق چایخوری وانیل اضافه کنید و یک دقیقه دیگه با دور تند مخلوط کنید. بین کار حتما دور ظرفتون رو دورگیری کنید تا موادتون یک دست مخلوط بشه. 125 گرم آرد قنادی رو توی دو مرحله بهش اضافه کنید و با لیسک قشنگ مخلوطش کنید. این شیرینی نیاز به ورز دادن نداره. اگه ورز بدید شیرینیاتون خشک میشن. میزان آرد بستگی به اندازه زرده تخم مرغتون داره. اگه خمیرتون شل بود خیلی کم بهش آرد اضافه کنید تا مثل توی فیلم یه خمیر نرم و لطیف به دست بیاد. به اندازه یه گردو از خمیرتون بردارید، کف دستتون گردش کنید. سفیده تخم مرغ رو یه مقدار مخلوط کنید تا از حالت لختگی در بیاد. بعد شیرینیتون رو توی سفیده تخم مرغ، بعد توی گردوی خرد شده بغلتونید. حالا توی سینی فرتون بچینید. معمولا شیرینی هایی که با کره درست میشن نیاز به کاغذ روغنی ندارن. به جای گردو میتونید از بادوم هم استفاده کنید. من از گردو، کنجد و نارگیل استفاده کردم. برای اینکه بدون فر بپزید شیرینی هاتون رو توی ظرف نشکن بچینید و بعد ظرف شیرینی هاتون رو توی یخچال به مدت 15 دقیقه استراحت بدید. توی فر 165 درجه سانتیگراد از قبل گرم شده به مدت 30 دقیقه قرار بدید. برای اینکه بدون فر درست کنیم یه قابلمه روی حرارت کم میذاریم. داخلش یه سپایه یا وینگ یا یه ظرف فلزی که ظرف شیرینیمون رو از کف قابلمه فاصله بده قرار میدیم. درش رو میذاریم و اجازه میدیم که داخلش گرم بشه. بعد ظرف شیرینی رو توی قابلمه قرار بدید، درش رو بذارید و بعد 30 دقیقه شیرینی‌هاتون آماده است. به همین روش میتونید خیلی از شیرینی‌ها رو بدون فر درست کنید. این هم از شیرینی‌هایی که داخل فر گذاشته بودیم. یه شیرینی خیلی راحت و خوشمزه. اگه این آموزش رو دوست داشتید لایک و کامنت فراموشتون نشه و حتما کلیپ رو ذخیره کنید که خواستید درست کنید داشته باشید. و دوستانی که از اکسپلور میبینید حتما پیجم رو دنبال کنید تا بقیه آموزش هایی که میذارم رو با هم ببینید.